فیلمایی که خودمون توی من و تو درست میکنیم که مثلا من و تو پلاس اتاق خبر به فرمایش شما، حالا برنامه‌ای که خودتون میدونید، ما یه سری برنامه‌ها رو می‌خریم مثل مستندها و سریال‌ها، که همه این مستندها سریال‌ها یه جمله معروف من دارم میگم که در آینده در حال آماده شدنن، از این اتاق میان روی تلویزیون و پخش میشن و آماده میشن. بله. که نیمان جون قراره برام توضیح بده که اصلا توی اتاق چه اتفاقی میفته. خواهش می‌کنم. من در خدمت شما. من اول یه سلام کنم خدمت بیننده‌های خوبمون، مخصوصاً گپ تایمیاش. اگه بخوام خیلی خلاصه و سریع بگم که چه اتفاقی برای برنامه‌ها میفته، این که ما اول امتیاز پخش برنامه‌ای که می‌خوایم پخش بکنیم و می‌خریم از خود شرکت‌ها، از شرکت‌های خیلی معتبری هم در واقع داریم این کارو می‌کنیم و برنامه‌های بروزی هستن مثل شبکه آی تی وی، بی بی سی، دیسکاوری و خیلی در واقع شبکه‌های دیگه‌ای هستن که شبکه‌های بین‌المللی‌ان. بعد از اون اونا به ما در واقع فیلمنامه انگلیسیش رو میدن. فیلمنامه انگلیسیش رو ما میفرستیم برای یه شرکتی که برای ما ترجمه بکنه. اون خودش یه زمانی میبره. و اینم باز من یه چیز دیگه بگم. خیلی‌ها میپرسین کسایی که دوبله میکنن بیارین جلو دوربین. اینجا نیستم، ما میفرستیم درست بر. میشه و بر بچه‌ها فرستادم. من بعد در مورد خواهش می‌کنم. یه پرانتزی آزاده میاد تو. من الان این پرانتز رو باز نگرم دارم برای جمله بعدی، این که ما بعد ترجمه رو میفرستیم واسه یه شرکتی که برای ما دوبله میکنن اونا رو. چیزی نیست؟ گفتم اونا رو دوبله میکنن و خب برنامه ها چند تا بخش های مختلف دارم. ما یه سری برنامه ها مثل سریال ها داریم که کاملا دوبله میشن، یه سری برنامه ها رو داریم که بخشیش دوبله میشه و بخشیش زیرنویس میشه. کی داره الان اینجا ترجمه میکنه یا مینویسه؟ الان بخش ترجمه یا اینا که در حال حاضر نداریم الان در حال حاضر، ولی بچه هایی هستن که دارن رو خود پروژه ها کار میکنن. شاپور داریم، فرهادو داریم که در حال حاضر امروز دارن کار میکنن. من یه چند سالات شما اجازه هست استاد میرم اول سراغ شاهور. شاهو جان شما به من بگو که برنامه ای که میاد اینجا مثلا زیرنویس داره یا اینکه دوبل است، جریانش چیه؟ شما اینجا اصلا بر چه اساسی تصمیم میگیرین که یه برنامه زیرنویس باشه؟ چون خیلی ها دوست دارن زیرنویس، خیلی ها میگن دوبله، یعنی دقیقا هر دوتا شما دارین. خب ببین این برنامه‌ای که من بشنم چون شیرازی هم تجربه راحت بعضی برنامه ها هستن که اگر ما بخوایم که اونا رو دوبله کنیم اون حس یا اون در واقع آن اون کار از دست میره. آها. مثل مثلا دورنانداز ها خیلی احساساتیه، گریه میکنه. آره دقیقا، معیار اصلی انتقال در واقع ارتباط برقرار کردن تماشاچی با اون کاره. بعضی کارها با مثلا مثل اون کنسرت التون جان اینا چیزایی نیستن که ما بخوایم دوبلش کنیم. چیزی که نیاز داره که تماشاچی با صدای خود اون کاراکتر اصلیش ارتباط برقرار کنه. این معیار اصلیه که من میتونم بگم که ما تصمیم گیریم. این واسه شما عزیزانیه که میگین چرا دوبله میکنین، چرا زیرنویس نمیکنین، چرا زیرنویس میکنین، چرا دوبله میکنین. اینه که بچه‌ها بر اساس اون برنامه که قرار پخش بشه تصمیم میگیرن که کدوم یکی بهتره واسه شما عزیزان، بخاطر اینکه هر دو تا هم دوست داریم ما سعی میکنیم توازن رو نگه داریم. چی دیگه هست بخیر بگی؟ نخیر. نه شب فرهاد جان یه ذره بیا این ورطه فرهاد جان شما رو ببینن، شما چوب پشت این مانیتورها قایم شده. خب فرهاد برای ما توضیح بده که وقتی که حالا فرستادیم به کمپانی دوبله شد، برگردوندن واسه شما برنامه رو، جریان چی میشه؟ اینجا شما چه اتفاق میفته؟ همتون سری... پخش میکنید یا نه؟ نه خب یه سری برنامه رو ما کلن نگاه میکنیم خودمون که ببینیم که یه قسمت هایی داره که شاید شایسته نباشه بخوایم اونا رو به پخش کنیم. برای همین اونا رو یا کاتشون میکنیم یا اینکه باید ببینیم چه تایمی اصلا این برنامه پخش میشه. درسته؟ اگه ما سعی میکنیم اینجا از نظر آره. کادتی و تصویری نگاه آره. کنیم و تصمیم بگیریم چه چیزی بر اساس چه یعنی ساعتی چه بر... داره پخش میشه. دقیقاً بر اساس اون کالچر ایرانی خودمون ما اونا رو انجام میدیم. خیلی ممنون، سپاسگزارم.